سمت انداختن تیغه ها، تیغه ها باید به جلو باشه، اوکی؟ یعنی برعکس نباشه، یعنی اینجوری من برعکس کنم نباشه، رو به جلو، همینجوری من روی دستگاه با میسه. بعد نگاه کنید، بعد دقت کنید که رو به جلو باشه، بعد ببینید دست میکشی این حالت صافی داره ولی نببینید حالت زبری داره. اصلا قشنگ ببینید صدای ناخون اگه من بیارم به اینا صدای ناخون در میاد، ولی اینا قشنگ یه صاف شده. بعد ببینید ترکا رو نگاه کنید، ببینید یکم زومش کنم. اینا به مرور چیه؟ احتمال داره بشکنه و مثل ترکش عمل کنه و خیلی هم خطرناکه، خیلی باید مراقب باشید. این از این. خب اینا تیغه های 4 میل سه گل بهش میگن، ببینید سه گله. خب یه نکته هم بگم که اینا سه گله در اصل آلمانیه ولی اینجا احتمالا ساخت ترکیه هست که اینجور دیگه نوشته. خب این از تیغه نو، مبارک باشه انشالله. اینا بچه‌ها لبه‌هایی که از برش تیغه قبلی، ببین چقدر کشیده اینو، و از داخل هم ببین از داخل خیلی بدتر. خب این سمتی بوده که قیچی اومده پایین. اینا ببینید بچه ها، این همین الان بوری سدیم هم دستم هم ببینید دقیقا لب است، یعنی سرده سرده. ببین چقدر تیغه نو خوبه. حالا این الان قیمت فکر کنم 3800 بالاخره 4 تومنه. به قوله استاد هم میگه که آقا خارجیش و اصلیش هم گیره بیاد که شاید تا 15 تومن هم پولش باشه. اونا چون الماس هستن 100% این برش ها رو هم دقیقتر میزنه، هم پلیسه کم تایه داره، هم دیگه داغ نمی کنه. ببین الان من دستم همین الان بریدیم، ببین همین الان بریدیم. یکی از عواملی که باعث کندی تیغه میشه همین پلیسه گرفتن با اره است که باعث میشه زودتر تیغه عمرش کم بشه، بالاخره زودتر کند میشه. سعی کنید پلیسه ها رو با ساب بگیرید، حالا گرفتید دیگه از اون وقت زمان به نفعتونه، ولی از این ور امکان داره که تیغه‌تون کند بشه.